متاسفانه شجاع‌ترین فرمانده ترور شد. ایران از شهروندانش خواست به افغانستان سفر نکنند. غنی به بزرگان کوچی ملا هیبت الله را پیدا و با وی جرگه سال برگزار کنید. تلفات سنگین طالبان در هرات. و در پایان آتش سوزی مرگبار در جنگل های آنتالیای ترکیه. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. مرگ 6 نفر در آتش سوزی ترکیه. در چند روز گذشته آتش سوزی عظیمی در جنگل های کرانه دریای مدیترانه و دریای اژه در ترکیه باعث تخلیه شهرها و روستاهای اطراف آن شده بود که بیشتر این آتش سوزی ها در ولایات آنتالیا، آدانا، عثمانیه و مغولیه در غرب ترکیه رخ داده بود. شمار جان باختگان این آتش سوزی هم به 6 نفر و 233 نفر هم زخمی شدند. بکیر پاکت میرلی، وزیر زراعت ترکیه، روز شنبه در توییت گفته است: ما 88 مورد از 98 آتش سوزی جنگل ها را بین روزهای 28 تا 31 جولای 2021 تحت کنترل درآوردیم و تلاش برای مهار 10 آتش سوزی با تلاش پیگیرانه ادامه دارد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، نیز وعده داده است که برای بررسی عمدی بودن یا نبودن آتش سوزی ها تحقیقات گسترده ای را انجام خواهد داد. اردوغان که روز شنبه به شهر فاجعه دیدماناگواتا رفته بود اعلام کرده است که دولت ترکیه اجاره محل سکونت افرادی را که در آتش سوزی آسیب دیدند تامین می کند و خانواده آنها را و خانه های آنها را بازسازی خواهد کرد. او افزود: پرداخت مالیات، تامین اجتماعی و وام برای افراد آسیب دیده به تعویق می افتد و به کسب و کارهای کوچک قرضه های بدون سود تعلق خواهد گرفت. با گزارش رسانه های ترکی، کشورهای آذربایجان، ایران و روسیه برای مهار آتش سوزی ترکیه نیرو و تجهیزات خاموش سوزی آتش فرستادند. از سوی هم با نزدیک شدن آتش به اقامتگاه گردشگری در سواحل جنوب غربی ترکیه، دولت ترکیه اقدام به تخلیه این مناطق کرده است و در حال حاضر شعله های آتش به هتل ها و خانه های مسکونی رسیده و آنان را تهدید میکنند. به نوشته رسانه های محلی، شناورهای گارد ساحلی ترکیه با کمک قایق های خصوصی و قایق های تفریحی در تلاشند تا گردشگران را به نقاط امن منتقل کنند. در شهر بدروم ترکیه تاکنون 3 هتل 5 ستاره تخلیه شده است. آتش سوزی در جنگل های آنتالیا مهار شد. تلفات سنگین طالبان در هرات. قول اردوی 207 ظفر از کشته شدن 66 جنگجوی طالب در اومه شهر هرات خبر داد. قول اردوی 207 با نشر یک خبرنامه میگوید که روز گذشته نیروهای هوایی افغانستان در ساحه رزشک ولسوالی انجین ولایت هرات و ساحه پل مالان مرکز این ولایت جنگجویان گروه طالبان را آماج قرار داد. در ادامه این خبرنامه آمده است که در نتیجه 66 طالب کشته و 13 تن دیگر آنان زخمی شدند. خبرنامه تاکید دارد که یک موتر، مقداری از سلاح و مهماتشان نیز تخریب شده است. ترور آمر نظارتخانه ولایت پکتیکا در کابل. آمر نظارتخانه ولایت پکتیکا در کابل امروز پس از چاش ترور شد. و نقل از تولو نیوز، پلیس کابل میگوید که عبدالقادر احمدزی، آمر نظارتخانه ولایت پکتیکا در کابل ترور شد. به گفته پلیس کابل، این رویداد حوالی از ساعت 3 پس از چاشت امروز در مربوطات حوزه 12 شهر کابل از سوی طالبان صورت گرفته است. زبیولا مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در تویترش در این باره نوشته است که ظهر امروز در مربوطات حوزه 12 شهر کابل، معاون قماندانی امنیه ولایت پکتیکا به نام عبدالقادر در یک حمله خاص طالبان کشته شد. یادآوری میکنیم که در ماهای پسین کارمندان دولتی در
بزرگ شهرهای افغانستان از سوی جنگجویان گروه طالبان ترور می شوند. غنی و بزرگان کوچی ملا هیبت الله را پیدا و با وی جرگه سال برگزار کند. اشرف غنی رئیس جمهوری از بزرگان کوچی خواسته است تا نزد ملا هیبت الله خانزاده رهبر طالبان بروند و با وی جرگه سال برگزار کنند. او گفته که ملا هیبت الله در غار در آمده است. اشرف غنی این خواست را عصر امروز یکشنبه در اسد در دیدار با شماری از بزرگان و نمایندگان کوچی مطرح کرده است. او گفته است که حکومت برای صلح تلاش های زیاد انجام داده اما مسئول جنگ، کشتار و ویرانی طالبان هستند. و در پایان، ایران از شهروندانش خواست به افغانستان سفر نکنند. سفارت ایران در کابل در اعلامیه از شهروندان این کشور خواسته است با توجه به تشدید مخاطرات امنیتی تا اطلاع ثانوی از هر گونه سفر به افغانستان خودداری کنند. در این اطلاعیه که امروز یک شنبه ده اسد در صفحه تویتر سفارت ایران منتشر شده آمده است که شهروندان ایرانی سفر اضطراری به افغانستان با هماهنگی قبلی با سفارت در مدت زمان محدود و با اطمینان از وجود پرواز و برگشت صرفاً به شهر کابل می توانند انجام دهند. سفارت ایران همچنین به شهروندان این کشور که در شهرها و مناطق افغانستان به استثناء شهر کابل ساکن و مشغول کار و فعالیت هستند توصیه کرده هرچه سریعتر خاک افغانستان را ترک کنند. این در حالی است که طالبان تا ماه‌های اخیر حدود نیمی از ولسوالی‌ها را اشغال کرده و حملات شدیدی را بر شهرهای بزرگ کشور برای انداختند. به دلیل تجدید ناامنی کنسولگری‌های برخی از کشورها از جمله ایران در شماری از ولایات تعطیل شده است. همچنین مهمترین گذرگاه مرزی میان افغانستان و ایران را در هرات اشغال کردند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.